فرید یونس گرداننده و تهیه کننده دکتر یونس شوست. وطن وطن من شگوفه سخن من که زن و مرد در اسلام از نیروهای مدنی مساوی است. این برنامه سرخ تن وطن کفن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خانواده شریف و مسلمان افغانستان، جوانان نازنین و خواران برادران گران قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. امروز روز سه شنبه 29 دسامبر 2020 میلادی است و ما فرید یونس گرداننده و تهیه کننده دکتر یونس شو از تلویزیون جهانی آریانا افغانستان در خدمت شما هستیم. از اینکه 20 دقیقه ناوقت شروع کردیم، ما از طرف خود و کارمندان از تلویزیون معذرت میخواهیم. ما یک مشکلات تکنیکی داشتیم که الحمدلله حل شد و برنامه یک 15-20 دقیقه ناوقتر خلاص میشه. دیگه مالمدار تکنولوژی ایگه پارا داره. اولتر از همه ما میخواییم که به جامعه هنری افغانستان، به مردم شریف و به مردم شریف و هنر دوست افغانستان، به مردم که واقعا هنرمندای خود قدر میکنن و عزت میبخشن تسلیت بگویم نسبت در گذشت میرمون رخشانه که امیده جان بود، امیده جان اصیل، واقعا که یکی از زنان بسیار شجاع کشور بود که با او تعصباتی که در او کشور است و با او خرافاتی که در او کشور است، این خانم ها پیش قدم شده بودن و آهنگ می سرایدن و چیز صدای زیبای و چی خاطرات ما از آهنگای میرمون رخشانه یا امیده جان داریم. روحش شاد و بهشت برین جایش بود. واقعا که من بسیار دوستش داشتم، هم از خاطر آهنگایش و هم شخصیت بسیار والایش. دو دفعه بر من زنگ زده بود وقتی که من در تلویزیون نور بودم و همراه من صحبت کرده بود و از برنامه ها قدردانی میکرد و برنامه ها را تعقیب میکرد و واقعا یک بانوی بسیار بسیار واقعا دوست داشتنی و یک بانوی بسیار نازنین ما بود، نه تنها که یک هنرمند بود. روحش شاد و بهشت برین جایش بود. همچنان امروز صبح تاثر کردیم که یکی از قماندانای جهاد افغانستان که شما نامش کم شنیدین، به نام گدا محمد خالد، یکی از سرسپرده ترین مجاهدین افغانستان بود، از مجاهدین به اصطلاح گمنام بود، کسایی بود که واقعا جان خودم و تمام زندگی خود برای جهاد افغانستان دادن. مویتر اشخاص در جهاد افغانستان که شما نمیشناسین داریم. گدا محمد خالد یکی از قماندانان بسیار بسیار قوی دوران جهاد افغانستان بود و او خبر شدیم که دایی عجل لبیک گفت. روحش شاد و بهشت برین جایش بود. دو روز بعد روز جمعه سال 1920 و من به تمام جهانیان برای از اینکه ما با تقویم عیسوی زندگی میکنیم و تقویم عیسوی در زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ما یک نقش بارز داره و که کسایی که مثل ما در غرب زندگی میکنن، ما در این کشورها با این مردم زندگی میکنیم، ما به تمام جهانیان و افغانا سال نو عیسوی را که در شرف حلول است تبریک میگم. به کارکنان تلویزیون آریانا افغانستان، به جناب آقای مسکینیار، نبیل جان مسکینیار، به همسر گرامیشان
و تمام دوستان و عزیزان این سال پربرکت میخواهیم. امید میکنیم که همه ما از گزند کرونا به دور باشیم و دعا میکنیم که سال 2021 یک سال بهترتر باشه از سال 2020. در سال 2021 که شروع میشه، امریکایی‌ها یک فرهنگ دارن که شاید در اروپا هم باشه، زیاد خبر ندارم، اما در امریکا یک فرهنگ است به نام نیو ایر رزولوشن یا فیصله نامه سال نو، که این یک چیز بسیار خوب است که مردم در شروع سال نو کوشش میکنن که در زندگی خود یک تغییر بیارن. مثلا امروز یک کس جنگیستن میخواین آشتی کنن، یا مثلا سیگرت ایلا کنن، یا مثلا وزن کم کنن، یا یک کار یک پروژه را تصمیم بگیرن که خلاص کنن. بسیار یک چیز بسیار خوب است نیو ایر رزولوشن. و ما امید میکنم که افغانا دمی سال نو اگه حال نمیتونن تصمیم بگیرن در سال نو هجری خورشیدی که در ماه مارچ است، در 21 مارچ همی تصمیم بگیرن، از این قوم پرستی و قوم گرایی دستشویی کنن، از زن ستیزی دستشویی کنن. افغان ها باید که یاد بگیرن که چطور یکی دیگه خود قبول کنن، افکار و اندیشه های یکی دیگه را قبول کنن و با هم دوست باشن. و مثل که من یک دفعه یک توسط یک شاهدی را براتون قصه کرده باشم، یک معبد یهودا مرا دعوت کرد در شمال کالیفرنیا، سال 2001-2002 بود، بعد از سپتامبر 11 که من در اوج یک سخنرانی کنم سر اسلام. این قصه 18 سال 19 سال پیش است. در راه امو ربای یهودی رو من از پرسان کردم که یعنی شما 16 میلیون نفر هستین در کل جهان، یعنی نفوس یهودا در تمام جهان 16.5 میلیون نفر است به طور دقیق، زیاد حتی 17 میلیون نیست. شما چطور تانستین که امی اتحادتان رو نگاه کنین؟ این بسیار جالب است بر من ایسی یک جامعه شناس. گفتم یک سوال بسیار خوب است، بعضی ما یک دیگه خود به حیث یهود قبول داریم، دیگه مردم یک دیگه خود قبول ندارن. و حالا ما بسیار آموختم، به خدا ما بسیار آموختم، حالا ما چرا نمیری یاد نبگیریم یک دیگه خود قبول کنیم؟ سر شخصیت ها مثل داود خان ما جنگ میکنیم، نه این فهم سر گذشته راست و دروغ ما جنگ میکنیم، سر اشخاص جهادی ما جنگ میکنیم. حالا بیا در اونم نظر شست، اونم اینطور فامیده، اونم حتی در دین و بیا در حالی دین قسمه که تو فامیدی من افامیده، من قسم دین یک قسم دیگه افامیده. حالا مشکل تو چیز؟ تو در گور من نمیری. ما باید یاد بگیریم که تو یکی دیگر قبول کنیم و هر کس مسئول اعمال و گفتار و کردار خود است. تا ای که ما وقتی که یوازه که دشمن باشیم و جنگ کنیم و دعوا کنیم، چرا اینه برنامه های نهست؟ من از آقای مسکینی ها قدردانی میکنم که اینه بر ما اجازه داده که ما افکار خود بگوییم و من میفهم که بسیاری چیزا همراه من مخالف است، اما این همی جاغر و اقدر پیدا کرد، این همی گلون پیدا کرد که بالاخره قبول کنه که یک بچه به حساب خودش و بچه به حساب خودم بچه کاکایش. ما میتونیم که اختلاف نظر داشته باشیم، اما میتونیم که دوست باشیم، خانواده های ما دوست باشه، اولاد های ما دوست باشه. ضرور نیست که ما دشمن باشیم به خاطر اختلافات سیاسی. و من از این مردک یهود بسیار آموختم. و یک چیز دیگر که من از پرسان کردم در مسئله همی که چطور شما کلتون تانستین که یهود باقی بانین، گفت ما گپای کلانای خود میشنویم، ما همیشه سر کلانای خود تکیه میکنیم، به قصه های از اونا گوش میکنیم، ما کلان رشخند میکنیم، یک آدم سرسفید ما رشخند میکنیم. و یک کسی که یک چهار سبا از ما که درس زیادتر خوانده ما فکر میکنیم که سو وات، در حالی که کلش تجربه است. و من از امو آدم در امو سفر میگه 100 سال سفر باید کرد تا پخته شود خامه، و در امو سفر کوتاه که یک ساعت یک و نیم ساعت راه بود تا امو معبد، من بسیار زیاد آموختم. میگه ما یکی دیگه خود قبول داریم، مردم جهان قبول نداره. خب بله، ما هم یک مسلمان هستیم، تو هم یک مسلمان هستی، تو هم یک افغان هستی، ما هم حال چرا که دیگه خود قبول نداریم. در نیو ایر رزولوشن اینه می گپا باید باشه بر افغان ها. ضرور نیست که شما گپای مرا قبول کنین،
زبون نیست، ضرور نیست که شما یعنی ارومرو طرفدار ما باشین. او منیس یک انسان متمدن و یک انسان با اخلاق و یک انسانی که با کرامت انسانی که قرآن میگه ولقد کرمنا بنی آدم، ما به بنی آدم کرامت دادیم و کرامت انسان اندیشش است، نکتاییشو جغه لونگیشو نیفام موتر لوکسش نیست، اینمی کلیش است که انسان میسازم، اینمی کلیم است که یکی دیگه ما از یکی دیگه متفاوت میسازم. لذا افغان ها باید که از چیزهای در نیو ایر رزولوشن تصمیم بگرن. خوب است که سگرت ایلا کنین، وزن کم کنین، قدم زن کنین دیگه کنن، اما باید چیزهای دست در زندگی شما هست کلگی. افغانات نیست که تنها تاجیکا قوم پرست است یا تنها پشتونا قوم پرست است یا تنها هزارا قوم پرست است. افغانا متاسفانه از اول تا آخرش قوم پرست است. اینمی که ما سر یک آدم میگه وقت خاک شده و مرده جنگ میکنیم، اینمی خودش یک قوم پرستی است. بابا مرد رفت خلاص شد، پناهش به خدا رو بگیم، تو برای آینده چی کردن میتونیم؟ یا اجداد پرستی یا پدر پرستی یا نمیفهم قوم پرستی مذهب پرستی، این شله که پدر شما سونیا غلط کردین و ما شیا به حق به جانب هستیم، یا اونا شله که اینا بدعت میکنن و اینا رافضی هستن و چطور هستن و چه کار هستن. بابا الا کنین یکی دیگر با این که هرکس به قسم خود زندگی کنن. اینی چیزی هست که در نیو ایر رزولوشن باید که افغانا مد نظر بدن. نیو ایر رزولوشن من یعنی کم خوری رو دوام میتم، قدم خودم میزنم و در پالوی از او سه سپاره سیوم دوم قرآن شریف تفسیر میکنم انشاءالله، چهار و پنج و شش، و همچنان تصمیم دارم که یک کتاب کوچک به نام اندرزهای پیامبر به زبان انگلیسی برای جوانا بسازم که میخوایم یک خاطره برای جوانان باشم. و فراموشم نشه که سر از دوشنبه 4 جنوری اولین برنامه سال 2021 در تلویزیون امید 24 به زبان انگلیسی می باشه برای جوانا و از بعد به زبان انگلیسی در تلویزیون به زبان انگلیسی کار میکنیم. معرف از من سوال کرده بودن معرف اسلامی چگونه باید باشه. معرف اسلامی برای اینکه ما گفتم که مثلا توحید تکه تکه کردن و فاکولته فارمسی و فاکولته حقوق و فاکولته نفهم اقتصاد و نه، یک جوان تحصیل یافته افغان و مسلمان با تمام اصول اقتصادی سیاسی ساینس و اینای اسلام یاد بگره و در پالوش دیگه ساینس هم یاد بگره. طور مثال بسیار خنده‌وار است مثلا یک آدم مولانا را میفهمه اما قرآن شریف را نمیفهمه، به اشعار مولانا عاشق اشعار مولانا است اما قرآن شریف نمیفهمه، در حالی که قرآن شریف بود که مولانا را مولانا ساخت. یا مثلا در فاکولته اقتصاد طور مثال ما آدم سمیت و نمیفهم تیوری های سرمایه‌داری و سوسیالیستی را میخوانیم اما تیوری سود که در قرآن آمده، تیوری زکات که در قرآن آمده، نمیفهم اسراف که در قرآن آمده، نفقه است، کلش انگشتای اقتصادی است، از هیچ خبر نداریم. برو اون کار ملا است، نه کار ملا نیست، این کار توز. پس در دانشگاه های که ما در قرن 21 آباد میکنیم، یک شاگرد باید که تمام اصول در طب، ما باید که تمام کارهایی که ابن سینا کرده ما باید که گپا را بفهمیم. و دیگه دانشمندا در ساینس مثلا کمره توسط یعنی کمره که پیش روی مرکزشکب میزنم اولین دفعه اینه میره یک مسلمان اختراع کرد. یا مثلا مسائل چشم یا مثلا جراحی همین عملیات سیزرین که میگن این میگپا، این کل از این توسط مسلمان ها در قرن بین 9 تا 12 شد. این را هیچ یک جوان خبر نداره. ما اول باید که به شاگرد اندیشه اسلامی بتیم بدون فشار، بدون از اینکه دین سرش تعمیل کنیم. و ارتباط تعمیم آزو یک برادر دیگه گفتن که شما وزیر خارجه ایران انتقاد کردین که باید که یک جواب اسلامی میداد ایواز کورا سر آخوندهای ایران انداخت. آیا کدام کتاب کدام چیز درباره اینترنشنال ریلیشن در اسلام است؟ معلوم دار است، یعنی ما بر شما ایر آوردیم.
The Islamic Theory of International Relations. The Islamic Theory of International Relations. In. The Islamic Theory of International در هر مورد اقتصاد، سیاست، International Relations، مسائل خانوادگی، در همه چیز اسلام، وقتی که اسلام میگه الیوم اکملت لکم دینکم، این دین بر شما مکمل ساختیم، اتنیسته که اقتصاد جدا از سیاست است، باز یک لوده دیگه پیدا میشه، یک سیاست باید از دین جدا باشه، باز یک لوده دیگه پیدا میشه که والا سه مسائل خانوادگی باید جدا باشه. نه، شما توحید تکه تکه میکنین. یک دیپلمات مسلمان باید به اساس ارشادات حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم و چیزهایی که در رابطه با سیاست آمده در قرآن سر از او گپ بزنه، به او استناد کنه، نه کوره پرتا مثل وزیر خارجه ایران وره کوره پرتا سر ملاها که کار من نیست، کار از واس. اینجا بسیار ضعف خود نشان داد. و کلیپ هم برآمده بود که آقای نجفی از تلویزیون تولو بسیار زیاد موفق بود در برنامه خود همراه آقای ظریف، که آدم بالکل در کنج گیر کرده بود و نمیموندش که شور بخوره. این هم یک قدرت مطبوعاتی بود که آقای نجفی داشت. همچنان یک سوال آمده بود درباره با و دیگه معارف اسلامی نمیست که در هر رشته ای که شما درس میخوانین اول شما باید که امو بخش اسلامی شو بفهمین. مثلا جامعه شناسی، بله ما باید جامعه شناسی اسلامی رو اول بفهمیم. تاریخ اسلام هم ما باید بفهمیم، نه ای که ما تاریخ همه چیز از جدا بدانیم و چیزهای غرب و بیرون رو مطالعه کنیم و دین خود و آیین خود هیچ خبر نداشته باشیم. و این یک انقلاب فرهنگی به کار داره. ما باید که بسیار شدید یک انقلاب فرهنگی به این است کل مردم حتما نماز بخونه و کل مردم کلاگک بپوشه و کل مردم پنگوین واره سفید بپوشه. و تو نیست انقلاب فرهنگی که ما چطور به جامعه و خانواده یک اندیشه اسلامی میدیم. متاسفانه دکترای ما یک تعداده که زیرش بگم یک تعداد دانشمندای ما هیچ اندیشه اسلامی ندارن. یعنی برین شما در گارسی برین، یک دو نفر سرسفید میره در اوج استاد میشه به نماز شام میخونه، دکتر سب قرار همون ششته بلا زدش که یک نماز بخونه. Sorry, that's the way it is. ما باید که یک اندیشه اسلامی داشته باشیم. ما باید که با اسلام فکر ما اسلامی باشه، تفکر ما اسلامی باشه، اعمال و کردار ما اسلامی باشه. نه اینکه تنها بگیم لا اله الا الله محمد رسول الله، کافی نیست. این نه بدر تنها لا اله الا الله محمد رسول الله، نه بدرد خودت تنهایی میخوره، نه بدرد مردم. برای از اینکه لا اله الا محمد رسول الله که عمل نباشه، در لا اله الا محمد رسول الله که عقیده نباشه، در لا اله الا محمد رسول الله که علم داود شامل نباشه، و چی به دردت میخوره؟ باید تو با علم زندگی کنی و قر رب زدنی علما، الهی علم ما افزایش بده. تو باید با عقیده زندگی کنی و با عقیده قرآن زندگی کنی. تو اونها الوقیده را باید در عمل پیاده کنی. آمدیم سر یک سوال یک برادر محترم سر ملکیت زن و مرد در اسلام که ما یک دو دقیقه سر ازی باید گپ بزنم. مسئله ملکیت بین زن و مرد یعنی زن و شوهر در اسلام یک مسئله مطلق حل شده است. هیچ دهی علما کدام اختلاف نظر ندارن. زن به اعتبار سوال برادر محترم ما، زن به ملکیت شوهر هیچ کدام دسترسی نداره. همچنان مرد به ملکیت زن نه قطعا و قطعا دسترسی نداره. ما که نکار عقد میکنم یکی از چیزهایی که به داماد میگم اینمیست که اگه ای زن از خود سرمایه داره، ای زن کار میکنه، ای زن از خود خانه داره، ای زن از خود زمین داره، تو عقل نداری که به این دسترس داشته باشی. یک مرد مسلمان به ملکیت زن خود قطعا و قطعا دسترس نداره. شما باور کنین، امیال شاید فوزیه جانم بشنوه، ما اینه 45 سال از ازدواج کردیم، ما یک روز پرسانش نکردیم که این معاش تو چند است. اگه ما 2000 دلار هم کار کردیم پیش توش ماندیم،
اگر که 6000 دلار هم کار کردیم پیش روش ماندیم. برای از اینکه پیش ما و فامیل ما و پدر ما زن خانه ساز است. این زن است که بر شما خانه را می سازد. از اون خاطر است که ما زن میکنیم. لذا مرد حق نداره که به ملکیت زن دسترسی داشته باشه. این در شریعت اسلام است. نیست که ما از خود از فتواهایی که من بهتون مکه چیده باشم. و زن هم به ملکیت مرد دسترس نداره. ایناله کسایی که در افغانستان ازدواج کردن، اینا که در اینجا آمدن میخواین که طلاق شوند، مشکل از اینا چیست که اینا میخواین که قانون امریکایی را زمج کنن که قانون اسلام. در هر کشور یک قانون است، در هر ملت که خود کلمه ملت یک کلمه عربی است و در قرآن آمده یک قانون است. کسی که در افغانستان به حساب افغانستان نکاح کرده، او باید که اونمو اصول مراعات کنه در ایجام. و ما ده ها بار گفتیم برادر، ایوازه که میرین یا خوهرم، ایوازه که میرین شما 10000 و 20000 دلار به لایرا میتین، و لایرا در ایجا نشته که بر عدالت کار کنه. لایرا یا وکیلای مدافع کلشان بر عدالت نیستن، برای اینستن چطور یک کیسه ببرن و چطور از او پیسه بسازن. عدالت مدارت در ایجا مطرح نیست. او لایر میششته که یک کیسه ببره. لذا داتا سند تولید میکنه، داتا دروغ هم در پای در پولیش بسته میکنه از هر دو طرف که چطور میتونه که مو کیسه ببره. و ما چی میگیم؟ ما برادران، ما خو نه پول میگریم نه شما کدام توقع داریم. در برازی قرآن میگه فصله و بینکم اخوایکم، شما بین مردم صلح بیارین. امیر امی طلاق یادتونه، آبرومندانه جدا شوین اگه به اسلام اعتقاد داری. اینا باز کیسا هست که اینا در ایجا آمدن و اینا از زنا و مردا از قانون امریکا میخواین استفاده کنن که مثلا ملکیت از مرد است و 10 سال 12 سال هم ملکیت از مرد است و آدم شب و شب و روز زحمت کشیده کار کرده دیگه میخواین که او زن میخواین که او را ترکه کنن، نصفش خودش بگیره. یا مثلا ملکیت از زن است، او مردکه یک رنگ چسبیده که نه چیز دیج زندگی مشترک است. زندگی مشترک در افغانستان هم زندگی مشترک بود، اما هر کس مسئولیت های خود داشت. زندگی مشترکی نیست که مثلا زن بره کار کنه. مثل که من یک وقت بیکار شده بودم، یعنی من در تلکمان دنیا اینی را میگم، من یک وقت بیکار شده بودم، یک قران آیت نداشتم، اما من گاربجا را بیرون انداختم، یعنی جنگلیا را بیرون می بردم، خانه را تنظیم می کردم، سودا می آوردم، اما همسر من فوزیه جان کار می کرد. اما این به این معنی است که کار من برابر با کار فوزیه جان است. بعضی که او پول می آورد، من پول آورده نمی تانستم. حال درست است که زندگی مشترک است، اما این کار نیست که من برم جنگلیا را بیرون پرتم یا 4 تا گل عو بتم یا برم 4 تا سودا را بیارم نام زیر کار بونم. امو از 6-7 صبح تا 7 شام میرفت کار میکرد، حتی 10 شام وزی که جای درس هم میداد. یه خونه میشه که ناره من بگویم که والا زندگی مشترک است، اگر ما جدا میشیم پس در کل چیز باید ترکه شد. این انصاف نیست، این عدالت نیست. و کسایی که در امریکا ازدواج کردن و کسایی که با استناد قانون امریکا ازدواج کردن، اینا تا میتونن که یک قانون از امریکا به نام pre-nuptial contract، یعنی یک کانترکت پیش از ازدواج که در اون نوشته کنن پیش روی یک لایر که با ثبت محکمه میشه و ثبت کاونتی و استیت میشه، که وقتی که اگر ما طلاق میشیم این آدم جزئی ترین دسترسی به ملکیت من نداره یا زن به ملکیت مرد نداره. اینه میتونن بکنن، اما این اکثر افغان ها یاد نداره، خبر نداره، همی کارا نمیکنن. باز وقتی که طلاق شدن، اگه زن از پشت پیسه مرد میدوه، اگه مرد از پشت پیسه زن میدوه، پشت جیفه دنیا. و قرآن چی میگه؟ میگه نه اموالکم و اولادکم فتنه، میگه مال و اولاد یک فتنه است. و ایوازه که ما زندگی خود خوب کنیم، حالا بعد پدر 4 دلار لعنت
که ما نمیتونیم که واقعا ایوازی که زندگی خود بسیدیم یک رنگ پشت پیسه افتیدیم، زن باشه مرد باشه. و ما چی میگم؟ ما میگم که برادر اگر که به حساب افغانستان نکاح کردیم، زن در ملکت تو دسترسی نداره، مشروط به ای که در مهرش چیز باشه. اگر در مهرش چیز باشه و طلاق تو فایل میکنی، مرد طلاق فایل کرده، اگر طلاق فایل میکنی و ما باید اگر مسلمان هستی و دروغ نگویی، بگی که اینی مثلا من 10,000 دلار یا 10,000 افغانی یا 50,000 افغانی یا هرچی که هست، من اینی در مهر ما بود، این ما چه مثل که من یک روز یک چند سال پیش که من یک کیس ما دیدم به می مردانگی، یک چند سال پیش یک جوان بر من زنگ زد از امی امریکا، از امی شمال کالیفرنیا. من گفت که جناب دکتر صاحب، ما میخوایم که از زن خود جدا شم و ما میخوایم که شما امو مراسم ازی که، من گفتم مراسم ندارم، فقط نوشته که از زنم جدا میشم یک دو تا شاهد رو بگیرید. گفت نه، ما میخوایم که یک مجلس باشه، نمیده که یک مجلس نکاح بود که آرزوش بود. من اینا را ملاقات کردم. یگانه کیسی که من هیچ یادم نمیره و خداوند به شیر دادن والای ازی رحمت، این آدم آمد در حضور مجلس، گفت جناب دکتر صاحب، با 3-4 نفر هم در مجلس بود، من مسلمان هستم، ما 2 نفر ساختن نتانستیم، اما ای به این معنی است که این زن یک زن خراب است یا من یک مرد خراب هستم. باور کنین بینمی زبان، این زن بسیار زن شریف است، ما ساختن نتانستیم، جور نامدیم، لذا من همه طور که قرآن میگه آبرومندانه از این آدم جدا میشم. این همی ورقه شما تیار کردین، نمیره امضا میکنم، یا امضا کنم، ما امضا کنم. در پولیش میفهمین چی کرد؟ 10,000 دلار یک چک پیش روی مامان، گفتین یا مهر است، این در نکاحنامه من اشتا کرده بودم که 10,000 مهرش است، این یا مهرش است که من در پیش خدا در او دنیا مسئول نباشم. سبحان الله، الحمدلله و الله اکبر. در می امریکا شما امتو مردم دارین، اما خود 3-4 نفره که در موجه در مجلس حاضر شده بود، دانش وازمانده بود. حالا برادر یک رنگ در پشت پیسه زن خود چسبیدن، در پشت پیسه شوی خود چسبیدن، ای از کل از به ایمانی میشه ای. اگر که در افغانستان در اوجا خود یک نکاحنامه حتما بوده، ولو که یک نکاحنامه چتی پتی بوده، یک نکاحنامه است و بوده، اما که نباشم، وجدان یک آدم برات میگه که ما که زمین زن نکاح کردیم و وجدان تو برات میگه که چند مهر دادی، اگه دادی بکام اینی مهر دادم، اینی مهرش، خداحافظ. او را میخواین پت کنن، نکاحنامه را میخواین زیر بزنن، دروغ ها میخواین بگن، زن و مرد. این خورا برادرها، چون من ایمانم میگم که ایمان تا که تو با وجدان خودت ای که بین زن و شوی چی میشه، این هیچ کس خبر نداره، غیر خدا هیچ کس نمیتونه بفهمه بین زن و شوی چی گپ است. اما چیزای ظاهر که هست، این مسائل تقسیم مال است دگه، ایج است که تو باید که یک وجدان بیدار داشته باشی، هم چی زن چی مرد. اگه وجدان بیدار داشته، بازی خداوند بر انسان 5 چیز بدون تبعیض داده، بر زن و مرد: عقل، شعور، استعداد، ذکاوت، وجدان خداپرستی. اگه تو یک وجدان بیدار داری و از خدا میترسی و میفهمیم که در شریعت آمده که به ملکت شوهرت تو کدام دسترسی نداری، و میفهمی که در نگاه شریعت تو به ملکت زنت کدام دسترسی نداری، و وقتی که طلاق میکنی بگه بی بی گال من یعنی 50,000 افغانی در شکر بودم، اگر میگی 50,000 افغانی برات تهیه میکنم، اگر میگی امور دلار میسازم به دلار میتم، یا یک خانه را به نامت کرده بودم یا یک زمین را به نامت کرده بودم، این از تو باشم. اون وقتی که توی را پت میکنی، تو معلوم است که ایمان نداری، تو معلوم است که کت اسلام بازی میکنی، تو معلوم است که تو آتش بازی میکنی، زن باشه مرد باشه. یعنی یک چیز دیگر هم ما بین قوس بگویم خواهرها و برادرها عزیز، در این نیو ایر رزولوشن ما تصمیم گرفتیم که از این به بعد در فیسبوک و یا غیر فیسبوک یا هر چی که مردم، ما بحث نمیکنم،
موقف ما هیچ اجازه نمیده که ما بعد شما یک سوال اگه از من میکنین، چرا از من سوال میکنین؟ از من سوال میکنین که شما حتما جوابتون دارین. اینطور نیست که شما جواب جوابتون رفتین از یک ملا پرسان کردین، از یک آدم دیگه که درای دین کار میکنه پرسان که حتما جوابتون دارین. میخواین که نظر من را پرسان کنین. وقتی که برای من زنگ میزنین و نظر من را پرسان میکنین، من اونم چیزی که من میفهمم بر شما میگم و بس و خلاص. یا او را قبول میکنین یا میرین به اون جوابایی که در گذشته شما داشتین. اما این که من که شما بحث کنم و جر کنم و چی در مسائل تاریخ باشه، چی در مسائل اجتماعی باشه، چی در مسائل دین باشه، من امی نیوی رزولوشن من امیست مکرد هیچ کس دیگه بحث نمیکنم. خسته شده ایم از امیل قرار بحث. و خصوصا باز کساس من بینم که و من میشناسم، اتونیست که من نمیشناسم، ده جلد کتابم درباره اسلام دقیق نخونده. ده جلد کتابم که بگوین درباره اسلام نخونده. یک رنگ در فیسبوک کرده من چنگاو است که من چون کریسمس تبریک گفتنش کفر است، در حال که نه در قرآن آمده که کریسمس کس تبریک بگوید کفر است، نه در حدیث آمده کفر است و مرجع تمام فرهنگ اسلام یا قانون اسلام این قرآن و حدیث است. و من میگوش بیادر جان دلم برش میسوزه، برای نادانی از یاد دلم میسوزه. حالا در قرآن کجایش آمده که شما بگوین که یک آدم که به کریسمس در تبریک گفتی کفر است؟ کجایش آمده؟ یا تو حدیثی که در رسول کریم گفته باشه که شما یک عیسوی را اگه به کریسمس چی میکنین تبریک میگن امی کفر است؟ در کجای حدیث قرآن آمده؟ ای علما از شکم خود هر چی که گفتن این برای من قابل قبول نیست. علما هر چیز گفتن، مثل که در گفت یوسف قرداوی آمد گفته که برای فلسطینی ها گفت که انتحاری درست است. باز یک لوده دیگه در افغانستان پیدا شد، بازو گفته که ای استشهادی است، این حملات استشهادی است، یک کلمه از شکم بوبوی خود پیدا کرد. گفار هر کس میزنه. برای من مرجع قانون و مرجع فرهنگ اسلام قرآن و احادیث ثقه حضرت رسول کریم که به قرآن مطابقت داشته باشه. من هر حدیثم قبول ندارم. تو هر حدیث برای من نقل قول کنی من او رو قبول کنم. نه، من او رو قبول ندارم. جواب خودم در دنیا خودم میدم. What's your problem؟ لذا ما تصمیم گرفتیم سر از اول جنوری ما امرای هیچ کس داد و معامله که بحث کنم و جر کنم و ثبوت کنم و ثابت کنم هیچ ببر تو مطالعات خودم کنم. من مطالعات خودم میکنم بان که چیزایی که میگه مردم قضاوت کنم. واجب به اینیست که ما تو در جنگ باشیم. خسته شدم به خدا، در 30 سال خسته شدم میگم. و اگر در یک من داخل بحث میشم به خدا رمزی که یک قسم باور کنین، با خدا باور کنین، دلم بر از آدم میزه که هیچ چیز خبر نداره و این درست نیست. لذا من تصمیم گرفتم که من دیگه همین جر و بحث و تراما نمی کنم. فقط سوال کردی، جوابک سوال تمیتم برات قابل قبول بود خوب، نبود برو از اون کسر پرسان کو که به او زیادتر اعتقاد داری و این دیگه بر من زنگ نزن برای اینکه جوابای من برای خودت قانع کننده نیست. مثل که دیشب یک آدم زنگ زده بود که از دموکراسی اسلامی که از ورجینیا، شاید هم یارم تلویزیون بشنوه که دکتر صاحب شما از دموکراسی گپ میزنین، دموکراسی و اسلام هیچ مطابقت نداره. گفتم کتاب مرا خواندی؟ میگه کدام کتاب؟ گفت خبر نداری؟ دموکراسی اسلامی را بخون، باز از او کتاب مرا گپ بزن. میگم حالا من خبر ندارم. خبر که نداری وقتی تو مطالعه نداری، به چطور تو میتونی که ابراز نظر کنی؟ و دروغ گفتن، پت پنهان کردن، عقایق تاریخ پنهان کردن. حالا مثلا نادرشاه علی محمد خان دروازی را کت دو سه نفر دیگه اعدام کرد. حالا این را خودتو نمیتونی که پت کنی. و آدم های بسیار که طرفدار استقلال کشور بودن، بسیار زیاد مخالف انگلیس بودن، این هم اینا را نادرشاه اعدام کرد. آلی تو پت میکنی؟ چطور کجا از این را پت میکنی؟ یا اینکه مثلا در اطراف داوود خان یک چند تا پرچمی لوده جمع شده بود، این را پت میکنی؟ این را پت کردن نمیتونی.
دروغ گفتن، کاذب بودن، پنهان کردن، پت کردن. یک پاک کلش ضد اسلام و ضد منافع مسلمان ها و ضد منافع ملت است. اما با جرات بیشی بگو که آبی در این گپا شده، مثل که بسیار جنایت شد در وقت جنگ کوریا، کسایی که شرق دور مطالعه کردن و من پارسال زیادتر یاد گرفتم وقتی که رفتم کوریا داخل جنوری سال گذشته، اگه یادتان باشه من کوریا رفته بودم به کنفرانس، و پیش از که من کوریا برم زیادتر درباره کوریا و جنگای کوریا و اینا من مطالعه کردم. صدر اعظم ژاپن یعنی این پارسال پرارسال آمد به مردم گفت که ما در جنگ بسیار زیاد جنایت کردیم، ما از مردم کوریا معذرت میخواهیم. مقام اجتماعی و سیاسی از این مردکه میلیون بار بالا رفت. ما چی میکنیم؟ در دروغ و درنگه که چون در حزب غرزنگ ملی داوود خان بریم، چون که پشتون هستیم، چون که محمد زئی هستیم، چون که نایف فلانی هستیم، در دروغ و کاذب بودن در خود ما کم گرفتیم. برادر برای واضح ما که این جنایات شده من معذرت میخوایم. از این خاطر خواهر و برادرای عزیز، چی در مسائل خانوادگی باشه، چی در مسائل سیاسی باشه، چی در مسائل اجتماعی باشه، ما باید که با در اون برنامه هم براتون گفتم، ما باید که با مردم راست باشیم. متاسفانه ما با مردم راست نیستیم. برای از اینکه ما نمیخواهیم که یک چهار نفر سر ما تبصره کنه یا یک چهار نفر ما را بد بگه، مثل که در سال 2007 یا 2008 بود برای من یک شبنامه نوشته کرده بودن که فرید یونس یک آدم نادان است، فرید یونس مساجد دیره نمیمونه که در مساجد گپ بزنه، فرید یونس چطور است، فرید یونس چطور است، فرید یونس قرآن غلط میخونه، فرید یونس نیفهم زنها را برای مردها تشویق میکنه، فرید یونس مردم را به طلاقی رسانده. این شبنامه را ای ساخته بودن امیال شاید که انجینیر سب زیاجان طاهر که در هامبورگ زندگی میکنه و همسر گرامیشون خاطول جان که در هامبورگ هستن خبر دارن. مرا وقتی که شبنامه را پخش کردن، مرا در مسجد هامبورگ برای سخنرانی نماندن، اجازه ندادن. ضیاء جان طاهر از پول خود یک رستوران بود در اوجه به نام گل سرخ یا همطور یک چیزه، در اوجه رستوران گرفتن زن شوی که من در اوجه سخنرانی خود در اوجه کنم. 10 سال بعد، 10 سال بعد قرآن شریف تفسیر یونس به مسجد هامبورگ 3 جلدش رفت که بفرماین اینه بر شما آقای یونس روان کرده. حق همیشه به جای خود قرار میگیره، ولو که 10 سال تیر شوه حق به جای خود قرار میگیره. ازا خورا برادر عزیز، ما بر شما میگم منعیس یک برادر کوچکتان، منعیس یک برادر خردتان، منعیس یک دوستتان، که تو خدا راست هستی یا نیستی او را خدا خودش میفهمه. در هفته گذشتان براتان گفتم که تو مردم راست باش، که تو مردم راست باش. اگه اشتباه کردی، مثل که اینجا یک برادر زنگ زد یک چیز گفت، من نادان گفتمش یا لوده گفتمش، من دیگه دفعه آمدم دمی برنامه ازش معذرت خواستم، نه میشناختمش، نه نامش هم میفهمیدم، نه میفهمیدم که کی بود، هیچ نمیفهمیدم، اما ازش معذرت. اینمی جرأت اخلاقی را من دارم. پس شما کت مردم راست باشین، و این مردم راست بودن اولش کت خانواده تان است. تو که وقتی که با خانواده تو راست نیستی و میایی مثلا برای من میشینی غیبت زنت میکنی، یا میایی برای من از غیبت شویت میکنی، نمیتونین ساخته. یک چیز طبیعی است، بسیار مردا و زناست، نمیتونه بسازن. قرآن میگه که آبرومندانه جدا شوین و یا آبرومندانه زندگی کنین. و ما همی برادر که زنگ زده بود 3-4 تا گپا در باره زن خود کرد، من گفتم برادر جان آدم زنت که همقدر خرابه است، خیلی چرا کدیش زندگی کردی در 30 سال؟ خب وقت طلاقش میدادی، اما تو در پشت پیسه خانم دفتیدی که باید پولش بگیری. اگه شهامت امیز، مردانگی امیز، جرأت امیز، وقت طلاقش میدی، رایش صاف میکردی، با امان خدا خودت میرفتی مردانوار بر خود زندگی میساختی.
از پول مردم زندگی کردن ولو که زن آدم باشه، این مجاز نیست، این انصاف نیست، این عدالت نیست. برای یک روز یک کسی بر من زنگ زد در خانه، گفته که استاد همه شما بسیار بپرده گپ میزنین، بسیار همه تو رکوی سری گپ میزنین. امی دلیلش من افتیم برادر، من پیش کسی دانپراو نیستم، من نه در عزب حکمتیار بودیم، نه در عزب مرحوم استاد ربانی بودیم، نه در عزب گرزنگ ملی بودیم که یک رنگ بزده به طرفداری داود خان نوشته میکنن، نه من نه در امریکایی که رفتن بودیم. من یک استاد امریکایی داشتیم در دوران ماستری، سال 1985 بود و یک 8 نفر در پروگرام ماستری بودیم. بر ما گفت که اگر شما میخواین که آزادی فکرتان را نگاه کنین، هیچ وقت در حزب داخل نشین. بعضی که تو در حزب داخل میشی، تو مجبور هستی که از خوب و خراب از حزب دفاع کنی، مثل که امروز رپابلیکن ها دفاع میکنن از چتیات که اینا میکنن، یا دموکرات ها از چتیات که میکنن دفاع میکنن. پس تو وقتی که شاید یک حزب میشی، این یک استاد تاریخ ما در وقتی که من ماستری میگرفتم، استقلال فکریت از دست میتی وقتی که تو شامل یک حزب و یک گروه و یک ناشوی. من امروز در هیچ گروه و در هیچ مجمع من نیستم که یک عضو فعالش باشم یا و مرکز دعوت هم نکده، برای زی که میفهمن که من قاید خود دارم، مرکز دعوت هم چندان نکده، برای زی که من همی خواهیم که عقل خدا و فکر خدا، چیزی که خدا بر من توفه داده، چیزی که خدا بر من توفه داده، او را من مصالحه کنم. این همینطور که ما آزاد گپ میزنم، هر کس حق داره که آزاد گپ بزنه، چرا نه؟ اما متوجه بکلششان باشین که تو که یک چیزی که میگی، ده دفعه دیگه در مقابلت نوشته میکنن و در مقابلت میگن. برای از اینکه جهان لیبرال آزاد غرب این همی را ایجاب میکنه، پس بهتر است که آدم بسیار زیاد خاموشی اختیار کنه یا اعتراف کنه به چیزایی که اتفاق افتیده، چی در خانواده و چی در اجتماع و چی در سیاست و چی در تاریخ، اعتراف کنه. این چی کدام بدی نداره. حالا این کتاب سامی پاشا، جنرال نظامی امان الله خانه، که من بر شما دو سه هفته پیش معرفی کردم، حالا شما میخواین میگه که او که اسناد خود اعلیحضرت امان الله، شما میخواین از او کلش انکار کنین که گپای اتفاق نفتیده در تاریخ. به هر حال من از تمام کسایی که برگه های از تاریخ افغانستان بسیار شدید استقبال میکنن و من را شدید تشویق میکنن که من تاریخ آستاس را نوشته کنم. من تاریخ سلسلتن از وقت نایفان 5000 سال و 2000 سال و نایفان احمد شاه درانی یا عبدالی اونا، من این نوشته نمی کنم. من گل از هر طرف یک چیز نوشته می کنم، گل از هر طرف یک چیز نوشته می کنم، یکی از دیو یکی از درخت ها، و یک صفحه کوتاه نوشته می کنم که هم مردم بخونه، هم یک چیز یاد بگیره، هم به یادش بونه. و وقتی که یک 200 صفحه شد، یک 200 صفحه یا 220 صفحه متراش شد، بعد از او بازی را بخیر باعث یک کتاب به نام برگه های از تاریخ افغانستان که ما دیدم تاریخ افغانستانه، ما مطالعه کردم تاریخ افغانستانه، که الحمدلله نه در حزب بودم، نه در رئیس بودم، نه وزیر بودم، نه سفیر بودم، هیچ چیز نبودم، فقط تاریخ دیدم و واقعیت ها را شناختم و بر شما نوشته میکنم. از این بخاطر بسیار استقبال میشه بعضی چیزایی که داستان عبدالملک خان مرحوم ابراهیم رحیم زای نوشته کردم در چند روز پیش، بسیار زیاد استقبال شد. از اینکه نمی تاریخ ماست، او تنها کسای دروغ میگن در تاریخ که یا در حزب داود خان بودن، یا طرفدار از پادشاه بودن، یا طرفدار از خانواده محمد زایی بودن، یا مثلا طرفدار حکمتیار بودن، یا طرفدار نایف و استاد ربانی بودن. اینا تاریخ معلومدار نمیتونن که ما معرفی کنن درست، نمیتونن، بعضی که خودش یک جبهه داره. تو وقت تاریخ میتونی نوشته کنی که جزئی ترین جبهه نداشته باشی، سمپل.
این بود جواب برادر ما در مورد ملکیت زن و مرد در اسلام. و نمره تلفن ما هست 925-203-0352. هر سوال که شما دارین برادرها، یک چیز دیگر هم بر شما بگویم که ما روزای سه شنبه در این تلویزیون برنامه دارم که یعنی بخیر در 21 جنوری یک سال میشه که ما در این تلویزیون هستم. روزای دوشنبه ما در امید 24 ما برنامه دارم که از او در اینی ماه فبواری دو سال میشه، 19-20-21 سه سال میشه. ما اقلا روز 5 تلفن جواب میتم، باور کنین 5 تلفن، و در هر تلفن ما نیم ساعت باید باشم. این همه یک دختر از اروپا بر من تکست کرده به خاطر طلاق خود. من که مردم اروپا و کانادا و امریکا ما کار میکنم و در پالی از او امرای فوزیه جانم، چون که در سنت رسول کریم صلی الله علیه و سلم است که من امرای فوزیه جانم باید کمک کنم، من در مسائل خانم کمک میکنم تا جایی که من میتانم. ای که من سفر میرم اترا، این همیال یک در 3 جنوری ما یک دعوت شدیم به سیاتل که من برم در اوجه یک نکار بسته کنم. این سفرهای ما هم علایدگی در پالویش است، این مشورای خانوادگی ما علایده است، ای که ما در ایمیل و واتساپ و مسنجر ما مردم جوابای سوالای دینیشان میتونم، این بحث جداگانه است. شما باور میکنین ما از 4 بجه صبح تا 6 صبح آله در وقت آله ما کار میکنم، یا 3:30 شب باز بعد از نماز صبح ما استراحت میکنم تا 9 بجه، بعد از 9 بجه ما باز کار میکنم تا 4 بجه. و شما که یک دو روز پیش یک خانم بر من زنگ زده بود که از لس آنجلس، که اینه ما یک هفته پیش از شما یک سوال کردم، سوال ما جواب ندادین، باز یک من سوالا رو به نوبت میمونم، به نوبت جواب میتم، من دفعتن جواب داده نمیتونم. شما باید که ما شما یک وقت تعیین کنیم، اگر میخواین گپ بزنین که ما یک وقت تعیین میکنیم گپ میزنیم، اما سوالا که میایه ما سوالا رو به نوبت جواب میدم، برای اینکه وقت نمیمونه و بعض سوال هاست که قابل جواب دادن نیست. من پر یک گوگل کو برای تو به همون جواب تا میگه، و از ما که جواب میخواین ما وقت کار دارم. باور به خدا بکنین ما تقاعد کردیم، کار رسمی ندارم، اما اینقدر من مصروف هستم که از اون وقتی که من تقاعد نکده بودم من زیادتر مصروف هستم. من دفعه نمیتونم که شما زنگ زنین من جواب سوالتان رو بدم یا که از شما گپ بزنم، نه، هر چیز باید که داخل یک نظم و نسق باشه. اما چون من بر مردم خود کار میکنم، همیشه من در خدمت شما هستم. اما یک تصمیم گرفتیم که برای از اینکه وقت من برای من بسیار مهم است، از همین جار و جنجال و بحث تاریخ و بحث نمیفهمم دین و نمیفهمی گپا، من نه ای که من از سوال کردن میترسم و یا سوال کردن من فرار میکنم، نه، این گپ نیست. من فقط وقت ندارم و و و و طرف مقابل که من مطالعه میکنم سر مسئله کریسمس و گپا، خودش یک کتاب تا خودش نوشته نکده، مقاله رو چی میکنی که کتاب رو چی میکنی، یک مقاله خودش نوشته نکده. حالا من کتاب چی بگویم؟ یک زیای وقت است. از او خاطر ما تصمیم گرفتیم که چیز عمر جان هم تلفن چالان میکنین، کسایی که میخوان یک 10 دقیقه مانده یا 12 دقیقه مانده، کسایی که میخوان که زنگ بزنن در خدمتشون هستیم. کسایی که اسلامیک دموکراسی را نخوندن باید بر شما معرفی میکنم. اسلامیک دموکراسی از فرید یونس، ایره در این اکتوبر، اول اکتوبر 2020 به جامعه بین المللی معرفی شد و تا حال یک 3 نفر ایره رید کردن یا 4 نفر ندیدیم، 3-4 نفر رید کردن، الحمدلله بسیار ریت بلند کردن ایره در آمازون، به زبان انگلیسی است، بخونین و انتقاد کنین، بخونین، نظریاتتان رو بگوین. ما نمیتونیم که بدون اسلام زندگی کنیم و نمیتونیم که مردم رو به دیکتاتوریام سوق بدیم
مثل که طالبان میخواین و دیکتاتوری سبق بتن. ما نمیتونیم که مثل که در تاریخ افغانستان همیشه شیعه ها را به آشیا رانده بودن، ما شیعه ها را به آشیا برانیم. ما نمیتونیم که دیگه زنا را قش دوم جامعه بدانیم. ما نمیتونیم که قومایی که در قدرت نبودن مثل پشتونا در قدرت بودن ما دیگه قوما را به آشیا برانیم. این کار ما کده نمیتونیم در قرن 21، نمیتونیم این کار. بله بفرمایید. تلویزیون جهانی آریانا افغانستان، فرید یونس هستم در خدمت شما هستم. بفرمایید. السلام علیکم. السلام علیکم آقای یونس. بازم من لیدی هستم. وقتی گذشته یک سوال داشتم. بفرمایید. در مورد تفاوت بین تصوف و عرفان و مخصوصا در کانتکست عرفان بینش وضعیت وجود اگر تشریح کنیم. بله مثلا زمین آقای نوری بسیار تشکر که زنگ زدین. ما یک ذره کار کردیم برای از اینکه ما میخواییم که یک برنامه مبسوط سر ازی داشته باشم. مطالعات ما تکمیل نشده. ما از شما معذرت میخواییم که با کمال معذرت که نتانستم که در این برنامه بگویم. اما دفتی آینده اگر زنده باشم حیاتم باقی باشه به یقین که بر شما سر مسئله عرفان تصوف ما صحبت میکنم. اما یک ذره سرش کار کردیم و مطالب جمع کردیم و یک چند تا کتاب هم میخوام معرفی کنم که یک همین سوال شما یک سوال بسیار خوب است که دگام از این بیاموزن. بسیار تشکر از تلفون تان. خوب تشکر. دگه ای بود. بله جناب آقای نوری درباره عرفان و تصوف چی کرده بودن؟ ما یک کار کردیم چون که من محقق هستم. این ملاحوره که میان میشنن و دفتن یک سوال جواب میدن و درکوهی نیست. کار ما تحقیق است. در تحقیق ما باید که به دقت کتابایی که نوشته شده یک مرور کنیم و یک فشردهش جمع آوری. ببینید چقدر یک برنامه کار داره. عالمی ملکیت زن و مرد، ما دو روز دیگه ششتم که این ملکیت زن و مرد، ما از کتابای شرع اسلام که حنفی و مالکی و نیفام کتاب فقه آسان از شافعی است و کتاب یارا من یک دفعه مطالعه کردم. تو خونه میشه که ما بیایم به مردم علکی علکی هر چیز بگویم دیگه. از این خاطر در هفته آینده انشاءالله که در ماه جنوری اولین برنامه سر تصوف و عرفان میباشه که سه شنبه 5 جنوری میباشه انشاءالله که اگر زنده بودیم خدمت آقای بزرگوار نوری و دیگه دوستایی که به تصوف و عرفان چی دارن. من راستی یک در وبسایت ما هست کسایی که علاقه دارن. من یک دفعه دعوت شده بودم در یک مجلس مولانا در تکساس و این بخلم سال 2015 بود یا بخلم 2015 بود، 5 سال پیش. بازم ورقی که من در اوج تحقیق کرده بودم سر مستشرقینه که درباره مولانا کار کرده بودن، مستشرقینه که درباره مولانا کار کرده بودن و یه قدر من خودم از این آموختم که چیزای من از این تحقیق یافتم بسیار بسیار جالب بود. و او تحقیق ما به نام مستشرقین و مولانا به زبان انگلیسی در وبسایت ما هست. کسی که میخواد که او تحقیق فعلا مطالعه کنم www.drfaridyunus.com که مستشرقینه که درباره مولانا، برای اینکه یک چیز فراموش نکنین که مولانا را که به جهانیان شناختند عیسویا بودن، نه ای که خود مسلمان ها بوده باشن. این بسیار جالب است که مولانا را به قسمی که در جهان شناختانده شد عیسویا، برای اینکه مستشرقین یک مولد استعمار بود. رشته انتروپولوژی یا بشرشناسی یا یگان انسانشناسی ترجمهش میکنن، مزیاتر بشرشناسی. رشته بشرشناسی در گوش شما باشه، تشکر از زنگ، در گوش شما باشه. رشته بشرشناسی مولد استعمار بود، اما بازم امی مستشرقین باز کارهای بسیار خوب هم کردن. یکیش شناسایی مولانا و جامعه جهانی بود. بفرمایین. فرید یونس هستم، تلویزیون آریانا افغانستان. بفرمایین. سلام علیکم دکتر، خوب هستید؟ سلام عزیز دل، شما چطور هستین؟ بفرمایید. تشکر دکتر. شما در برنامه گذشته گفتین که نوهدو را از افسردگی یا اشتالگی به نماز تشویق کنین که یکم نماز یاد بگیرن.
شما خودتون دکتر گفتین در افغانستان ما 20 ساله 5 ساله برین برام برین به طرف امریکا اومده گفتین نه نماز خوندیم نه روزه گرفتیم آیا والدین شما مسلمان بودن یا نه میره شما تشریح کنید تشکر بله والدین ما مسلمان بودن اما مرا به نماز و اینا تشویق نمی کردن چرا تو روح بگویم برادر من چرا دیگه من گور خود خراب کنم و مثل من هزارها برای اینکه کل مردم وقتی که هجرت کردن اسلام در هجرت یافتن ابدا مادر من و پدر من مرا به نماز تشویق نمی کرد اما مسلمان بودن ما را می گفتن راست باشین به مردم راست باشین دروغ نگوین نظافت مراعات کنین یعنی چیزایی رو میگم در متن دین بود اما به نماز ما را تشویق نمیکردن و من اسلام در امریکا یافتم و من از گفتن از این هیچ شرم ندارم یک گپ در بین مردم هست از تلفن شما و از سوال بسیار خوب شما در مورد من و شخصیت من کردین من بسیار تشکر میکنم چرا بر شما دروغ بگویم برادر من همین دو دقیقه پیش گفتم و مردم کاذب نباشین ما این همی اسلام در امریکا یافتم و هم که تنشست و برخواست یک تعداد دانشمندای پروفیسرای غیر افغان که کلش هندی، پاکستانی، عرب از فلسطین اینا بودن در ورجینیا تک اونم بوجه که از یک جا شدم اینا کلشان پروفیسرها بودن من در اون ظرفشویی میکدم در یک رستوران ظرف میششتم و یک روز من از این پروفیسرها من گفتم که من بسیار یک تعجب میکنم که من خود ظرفشوی هستم اما شما کلتان پروفیسر هستین شما چطور که کرده من مثلا رفیق هستین همین سه چار تاش که همونجا بود خنده کرد که برادر فرید در اسلام پروفیسری و دکترا و ایگپا مطرح نیست در اسلام تقوا مطرح است و ما تو را یک بچه بسیار پاک و یک بچه بسیار خوب یافتیم و از این خاطر ما تو را دوست داریم و از این خاطر تو رفیق ماستی در اسلام تقوا مطرح است یکی ما شاخ کشیدم بعضی که در ملک ما باید که در قوم باشی باید که در گروپ باشی باید که در حزب باشی باید نواسه فلانی خان باشی بچه فلانی خان باشی که تو را کسی مردم بشناسن این همین مردم ها یک در ورجینیا تک بود من یکی یه چی آدم نمیره یکی در اون وقتی که ما در ورجینیا تک بودیم درس میخواندیم یک چی بود یک باشه که وقت ما تیر نشک سید قمانده یک اتاقه که گرفته بودن بر نماز خواندن دو تا اتاق پشت پشت یک بالاخانه در اینجا یک دانه یخچال مانده بودن یعنی فریزر باز یک مسلمان از یک شار دیگه نان خشک و گوشت و ترام میاورد پیسایش هم در پشتش نوشته میکرد در یخچال میموند در پشت از یخچال یک پاکت زرد بود و مسلمان ها در اوج یک 30 نفر 40 نفر بودن زیاد نبودن بازی مسلمان ها میامدن و گوشت و نان هم میگرفتن پیسایش در پشتش بود اما پیسه را منداختن میرفتن او گادم که میامد پیسای خود حساب میکرد هر هفته $5 $10 $20 زیادتگی در اوجه بود و ما ایران مونده بودم که یک روزم نشده بود کسی پیسی از آدم بخوره در حالتی که وزی کلگی ایمان داشت و ما که جذب شدم به اسلام یکی به می اعمال و کردار همی پروفیسرهای ورجینیا تک و یکی به خواندنهای کتابهای دکتر علی شریعتی دانشمند جامعه شناس بسیار مشهور ایران و بین می جذب شدم به اسلام نی متاسفانه پدر من بسیار یک شخص مومن بود خودش از خانه که می برامد یک دعا می خواند تا ایستگاه سرویس و اینا یک دعا می خواند و خیانتش کسی ثابت کردن نمید یک معلم عادی بود یک آدم پاک بود یک آدم نظیف بود یک آدم بسیار با اخلاق بود همیچه یک آدم دیگه همیشه زنگ می زنه از یونس خان متخصص یاد می کنه اما این که من به نماز تشویق کرده باشم هرگز نه برای از این که یک آیدیای بسیار خراب از طبقه مذهبی گرفته بود پدر من از طرفدارای آلازت امان الله بود و از امانستا بود و چون پدر من از امانستا بود این یک مخالفت کته نادرشاه و اینا داشت
و امو باعث شده بود که هرگز سفیر و وزیر و ترا نشه، در حالی که از تحصیل یافته درجه یک افغانستان بود. و این یک مخالفت که مذهبیون داشت و این فکر میکرد که، البته چون تحصیل یافته فرانسه بود، غلط فکر میکرد، فکر میکرد که نمازش ارتباط داره به این مسائل سیاسی. ما را به خوبی و صداقت و دیگه و دیگه تشویق میکرد، اما به نماز نه. تشکر که زنگ زدی. این بود برنامه امروز ما از تلویزیون جهانی آریانا افغانستان. تا برنامه آینده شما را به خداوند کریم میسپارم. سبحان رب کریم بلذت هم و یسفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. فرید یونس، تشکر. ما فرید یونس، گرداننده و تهیه کننده دکتر یونس شوست. وطن وطن من، شگوفه سخن من، که زن و مرد در اسلام از نیروهای مدنی مساوی است. این برنامه سرخ تن وطن کفن من.